آقای عزیز دلدار، فیلمساز و از اعضای برگزار کننده این جشنواره، و دکتر حمیرا قادری، عضو کمیته گزینش فیلم ها در این جشنواره با ما هستم. سا خوش آمدن. آقای دلدار، با شما آغاز بکنیم. کم بیشتر در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات بگویم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده عزیز تلویزیون طلوع نیوز. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات پنجمین دورشه شب گذشته به پایان رسانید. البته 4 دور دیگه در سالهای قبل برگزار شده بود و این دور با اشتراک تعداد زیاد از فیلمسازا و فرهنگی‌های افغانستان دیشب خاتمه یافت. بسیار خوب. هدف همین جشنواره چی است؟ طرف و اون طرف من می‌خواندم نوشته بود که تلاش برای ایجاد فضای گفتگو بین اهل هنر و جلب توجه افکار عمومی به مسائل زنان. چنین است؟ بله. اول جشنواره فیلم زنان یعنی مسئله زنان است. کارگردانایی که در رابطه با مسائل زنان فیلم می‌سازند، این کارگردان‌ها میتونه خانم‌ها باشه، میتونه مردا باشه، و دپالی از او مسئله سینما هم است. یک بخش بسیار مهم جشنواره سینما است و مسائل و مشکلات زنان. بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. بانو قادری، نقطه آغاز همکاری شما با این جشنواره به کجا برمیگرده و انگیزه همکاری چی است؟ بسیار خوشحال هستم که امشب خدمتتون تشریف هستم و تبریک می‌دم برای عزیز جان دلدار و گروه فستیوال زنان هرات و خصوصا برای رویا جان که تانستن پنجمین دورین برنامه را با موفقیت و شأن و شکوه لازم در دیشب به اتمام برسانند. حقیقت این است که برای من مسئله زنان دغدغه‌ای بوده که همیشه مطرح بوده و خود فستیوال زنان مسیر دیگری هست که میشه دغدغه در اونجا مطرح بشه. من بعد از 5 سال که به افغانستان برگشتم، رویا جز به اولین افرادی بود که دیدم و با هم حرف زدم و اتفاقا نوید داد که فستیوال در راست و خواست که در کمیته گزینش فیلم ها باشم. بار اول نبود که من گزینش، یا حداقل چند بار قبل هم در فستیوال های دیگه ای که در افغانستان هست جزء کمیته داوران و یا گزینش بودم. برای همین چون موضوع مستقیم به زنان و کارکردهای اجتماعی زنان برمیگشت، من مایل شدم که با رویا کار. درست. در مورد هدف این جشنواره با آقای دلدار حرف زدیم، ولی این جشنواره چقدر به اهدافی که برای خودش تعیین کرده و با آر شما رسیده؟ مثلا یکی از هدف ها ایجاد فضای در قلب آسیا برای اهل هنر که در رابطه با سوژه زنان فیلم می‌سازند. این رابطه ایجاد شد. میدونید کارهایی که زمان میبرن، نیرو میبرن، پتانسیل میبرن، کارهای عادی نیستن. من یادم از که ما این کار در زمستان شروع کردیم در شبهای سرد و تا نیمه های شب ما فیلم میدیدیم. گاهی مثلا 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت ما روی موزه زنان فیلم میدیدیم، حرف میزدیم و برای گزینش گاهی دچار تنش، گاهی با هم سرعت به تفاهم میرسیدیم. عملا میخوایم بگم که این کارها نیروی بسیار زیادی از گروه بسیار زیادی را در افغانستان و حتی از دوستایی که در خارج از افغانستان با ما همکاری کردن گرفتن. این فستیوال اولین فستیوالی که داره به صورت جدی از طریق هنر به مسائل زنان مینگره و در سطح آسیا به نظر من نسبت به شرایطی که ما داریم بی‌نظیر هست. این جمع کردن گروه کثیری از کسایی که به زنان فکر میکنن، چی میخوان مرد باشن، چی میخوان زن باشن. درسته که فستیوال برای زنان بود، اما مردهایی که در این فستیوال همکاری کردن کم نبودن. مردهایی که به این فستیوال فیلم روانه کردن و دغدغه‌شون ساخت و ساز مسائل زنان و کارکردهای اجتماعی زنان در سطح جامعه است کم نبودن. من فکر میکنم نسبت به توانمندی های ما، نسبت به شرایطی که ما در افغانستان داریم، فستیوال زنان هرات بی‌نظیر بوده، خوب عمل کرده و تانسون محل گفتمانی باشه برای بهبود شرایط انسان ها روی زمین. و این چقدر فرق کرده حداقل از زمان برگزاری اولین جشنواره، دومین جشنواره، سومین دورش در هرات بود، پس چهارم و پنجم در کابل بود. واقعا میشه گفت که رسیده یا هنوز مسیر ادامه داره، راه مانده تا اینکه کاملا همین فضا ایجاد شود؟ فراموش نکنیم که ساخت و ساز فرهنگی در یک سرزمین نسبت به ساخت و ساز ساختمان ها بسیار کار سختری است. ما راه بسیار طولانی را در پیش داریم و من یادم میاد که از اولین گام هایی که رویا فیلم برمیداره تا حالا تغییرات بسیار جدی در شیوه، در برخورد، در
نوع انتخاب فیلم ها، چگونگی برگزاری برنامه ها و گزینش افرادی که بی‌طرف به فیلم ها نگاه میکنن بسیار زیاد تغییر به وجود آمده. شما میدانید که گام های اول هر کاری بدون عیب و نقص نیست و خصوصا شما میدانید شرایط افغانستان شرایط مناسبی برای کارهای فرهنگی نیست. رویا فیلم داره کار میکنه که نگاه مردم به تابوی سینما دیدن عوض بشه. در ذهن خیلی ها سینما دیدن هنوز جزو تابوهاست. آقای دلدار، اگر بیشتر در مورد برگزار کنندگان و همکاران برگزاری بدانیم، سالهای پیش از بنیاد آرمان شهر و همتون خانه فیلم رویا یادواری میشد که مثلا من امسال هم دخل تا جایی که ما میدانم خانه فیلم رویا سعیم بوده، کدام نهادهای برگزار همکار با شما بودن؟ بله، خانه فیلم رویا با بنیاد آرمان شهر کار کردن همین پنج دور جشنواره را و در پلوی از او ما یک لیست بسیار کلان از آمیان داریم در کاتالوگا که اگر ما کلش شاید بگویم یکی دوتا بانه. امرای ما تعداد زیاد از دوستا همکاری کردن در برگزاری از این جشنواره که ما این سال تانستیم به شکل درستش برگزاریم. منابع مالیش چطور فراهم شد؟ منابع مالی هم من فکر میکنم دو سال توقف جشنواره به خاطر منابع مالی جشنواره بود. قرار بود که هر سالی جشنواره برگزار شود ولی ما نمیتونستیم همی بودجه را پیدا بکنیم به خاطر که برای کارهای فرهنگی بسیار مشکل است که شما یک مقدار بودجه پیدا بکنین، ولی با امو یک تعداد کمی که گفتم کسایی که امرای ما سهم گرفتن در برگزاری جشنواره شد که این جشنواره برگزار شد. یادم از فراخوان اشتراک در این جشنواره در سال 96 منتشر شده بود و از وقت تا حال به حال برگزار نشد. اما تو گفتیم سه دور در هرات برگزار شد، دور چهارم در کابل، حالا هم در کابل شما رو میگن جشنواره فیلم هرات، چطور در کابل؟ چون شروع جشنواره از هرات شده، از همون خاطر به نام هرات است. شاید تا سالیان زیاد اسم هرات با این جشنواره باشه، ولی قرار نبود که کل یعنی تمام سالا در هرات برگزار شود. امکان داره که سال دیگه در شهر دیگه باشه، امکان داره یا در کشور دیگه باشه. این جشنواره مختص به افغانستان است، جشنواره بین المللی است. ما تلاش میکنیم که همیشه در افغانستان باشه و تبدیل شده بعد از 4-5 دوره که برگزار شد به یک جشنواره مهم در منطقه، اما اویت خودش پیدا کرده و یگانه جشنواره است که پنجمین دورش برگزار میشه. ما جشنواره قبلا هم داشتیم، مثلا ما یک جشنواره بین المللی داشتیم دو سه سال باز بعد از او دیگه با مشکلات که بود نتانست که پیش بره، ولی ما آرزو میکنم که سالای پشت سر هم تا ده ها سال اگر ما باشیم یا نباشیم این جشنواره باشیم. درست. خب برو قادر، فیلم هایی که در مرحله گزینش ابتدایی شما اونا را دیدن و انتخاب کردن در مرحله ابتدایی، چه روایت هایی از زنان جهان داشتن؟ خب طوری که یادم هست ما نزدیک به 10 روز فیلم دیدیم، هر روز تا 10 ساعت و حدوداً اگه آمار بزنیم 200 فیلم دیدیم. بله، اولا که بسیار شانس بزرگی بود که ما در کنار داستان های افغانستان هر چند وقت اتفاق برام میفته که فیلم های افغانستانی رو ببینم و سطح فیلم ها رو درک کنم و یا حداقل سوژه‌ای که به فیلم ها میپردازن. شما میبینید که میدونید که فضای داستان و فیلم خیلی از هم دور نیست، جدای از اون بحث های تکنیکی که داره. خب روایت ها بسیار زیاد متفاوت بود. هر فیلمی که آمده بود روایت کانون خود اون جامعه را داشت. فیلم های افغانستانی کاملا فیلم های متفاوتی بود، با نه کاملا ولی فیلم هایی بود که زاویه دید های متفاوتی داشت به زندگی زنان، مشکلات زنان، مشکلاتی که فعلا در افغانستان هست، فقری که دامنگیر زنان است، خشونت های آموزشی که دامنگیرشان هست، خشونت های اقتصادی را که زنان تجربه میکنن. خوب این بود که دوربینا از تمام این زاویه ها بود و فیلم گرفته بود. سوژه ها خوب بودند و عملا سوژه هایی هم بود که در اونها همیشه دو تا نیروی مثلا خیر و شر، مردان و زنان به دو تا نیروی خیر و شر تقسیم نشده بودند. در خیلی از این فیلم ها مردان جز به اون یاوران اصلی داشتن فضا را برای بهتر زندگی کردن تأمین میکردن. این جزء نکته های خیلی خوب در این فیلم ها بود. فیلم ها تغییر کرده، درست است که سختی ها رو به تصویر میکشن، در مورد فیلم های افغانستانی دارم صحبت میکنم، اما چیزی که در دل تمام این فیلم ها هست امید و مبارزه هست. این چیز نکته بسیار خوب بود. یعنی
ما فقط با یک زاویه تیره از دنیای زنان آشنا نمی شدیم، ما داشتیم تلاش زنان برای بهتر زندگی کردن می دیدیم که گاه این تلاش به وسیله خودشان اتفاق می افتاد، گاه به وسیله یاورانشان که ممکن بود مردها باشن. اما فیلم های جانی هم باز برمیگشت به موضوع زنان. شما می دانید خشونت هایی که در سطح جامعه است فقط به زنان بر نمیگه، به زنان افغانستان بر نمیگرده، در سطح دنیا که هست ما داریم خشونت ها را در اون ابعاد وسیع‌ترش در تمام این جغرافی های زمین تجربه میکنیم و حتی گاهی این خشونت ها طوری بود که برای من هم نو بود، فکر نمیکردم که مثلا از منطقه ای از یک جایی به این شدت دور فیلم میایه و کنشی از یک زن نشان میده که آدم باور نمیکنه در اون جامعه چنین اتفاقهایی بیفته. میشه به یکی از جالب ترین هاش اشاره بکنن؟ مثلا بگذارید برتان بگم که این فیلم ها را من دقیقاً پنج ماه قبل دیدم. دقیق به ذهنم نیست مگر اینکه باید تمرکز کنم روی پنج ده روزی که چه دیدم. بسیار خوب میشه که میتونم روی یک از فیلم های افغانستانی بگم، مثلا اون فیلم دختران اسکی سوار بامیان، دخترها با اون قدرت، با اون دستانی که یخ زده بود و اون تلاشی که برای اون اسکی های خودشان میکردن و بالا رفتن از کوه. حالا نمیفهم چرا این فیلم افغانستانی به ذهن مانده، ولی به هر صورت جزو فیلم های بسیار زیاد تاثیرگذار برای من بود. یا اون فیلم زنی که به حقوق بشر نامه می‌نویسه، سلام آقای حقوق بشر، و نگاهش به حقوق بشر آقا بود. اینا جزو فیلم های بسیار، در تمام این فیلم ها تلاش و امید جزو نکته های مثبت. بسیار خوب، تشکر آقای دلدار. درجه اهمیت همین جشنواره، شما گفتین که یکی از مهمترین جشنواره‌ها در سطح منطقه است، فکر میکنین چقدر با توجه به اینکه حداقل جشنواره بین‌المللی در منطقه ما داریم، از فجر تا جشنواره پرواز یا شهر امسال، اینا چقدر حالا اهمیت داره این جشنواره؟ ما جشنواره بین‌المللی فیلم زنان نداریم در منطقه، اولین است. جشنواره فیلم های زنان هست، ولی به این شکل که فیلم ها سراسر دنیا بیه و اونجا داوری شوه و جوایز بر از اونا داده شوه و تشویق شوه فیلم سازایی که در بخش زنان در سطح جهان فیلم می سازن، ما نداریم. جشنواره فجر یک جشنواره دیگه است. بیشتر جشنواره فوکسشان سر اصل سینما است، ولی جشنواره فیلم زنان در پهلوی سینما مثل که من پیشتر گفتم مسئله اساسیش در افغانستان زنان است. درست. از همین روایت هایی که از زنان در جهان در فیلم ها به تصویر کشیده شده بود، اگر از شما هم بپرسیم، به عنوان یک مرد، به عنوان یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، برای شما کدام روایت ها بسیار جالب بود؟ بعد از اینکه کمیته گزینش فیلم ها را انتخاب کردند، ما باید کل فیلم ها را می دیدم، به خاطر از اینکه زیرنویس می شدن و برای بقیه مرایل که برای جشنواره نیاز بود، ما تمام فیلم ها را دیدیم. مثل که پیشتر دکتر صاحبم گفتن، جالب است که در این فیلم ها شما تنها مسائل افغانستان نمی بینین، بلکه می فهمین که چقدر هنوز برای زنان در دنیای دیگه هم کار ضرورت است. مثلا ما کشورهایی که بسیار به نظر ما خیلی ایدئال می آید و فکر می کنیم کل چیز اونجا فوق العاده است، ولی ما فیلم های مستند داشتیم در بین فیلم های جشنواره که واقعا تکان دهنده بود از کشورهای دیگه در مورد مسائل زنان و حقوق زنان. و فیلم های غم انگیز نبود، فیلم های کمدیوم بود، فیلم های داستانی کوتاه که با ژانرهای مختلف ساخته شده بود، فیلم های بسیار خوب بود. از افغانستان ما فیلم های کوتاه خوب داشتیم امسال و فیلم های مستند همچنان، که یکی از مستندهای افغانستان جایزه بهترین کارگردانی در بخش بین الملل گرفت، فیلم هزار و یک زن چون من است، خانم سهرامانی. بله. و در بین مستندها یک فیلم بسیار خوب بود و فیلم های کوتاه ما داشتیم زیاد. در بخش فیلم های بلند ما فیلم نداشتیم، به دلیل از اما من فکر میکنم که حتما اگر یک فیلم افغانی در بین فیلم های بلند هم می بود، می تانست که یکی از جایزه ها را بگیره و پنج جایزه نره به فیلم ایندی. درست. مثلا اگر به ابتکاراتی که امسال شد در جشنواره اشاره بکنین، در چهارمین جشنواره به جای فرش سرخ فرش سیاه پهن شده بود، اگر اشتباه نکنم، و دلیلش همی بود که گفتین در اعتراض به بی‌عدالتی. چی کارهایی در دور پنجم شد؟ دور پنجم با وجود همین فضایی که
یک فضای سخت بود برای برگزاری از این جشنواره در همین وقت هم. ولی ما فکر کردیم که خب ما وقت اعتراض کرده بودیم با فرش سیاه، ولی دیگه قرار نبود که هر سال فرش سیاه برای هنرمندا هموار بکنیم. ما با آرزوی از این که بعد از این دور، دورهای بعدی اتفاقهای خوب در افغانستان بفته، فرش سرخ هموار کنیم. بسیار خوب، تشکر. بانو قادری، در جمع‌بندی روی تاثیر جشنواره ها، روی فیلمسازی، روی بهبود وضعیت زنان از طریق به تصویر کشیدن وضعیت اونا و موارد از این دست، چی میتونه باشه؟ چه تاثیر داره؟ بگذارید من یک نکته به حرفای آقای دلدار اضافه کنم که یکی از خوبی های این جشنواره این بود که بازیگران بسیار قدیمی را قدر کردیم سال، مثل افرادی که کار کرده بودن، کارگردان ها مثل جناب انجینیر صاحب عبداللطیف، اسمشان را درست تکرار کردم، بله، و همچنین از بازیگران بسیار قدیمی خانم روی فرش سرخ را رفتن و یکیشان به رویا جان گفته بود که من بار اولی که فرش سرخ از این همه سال تجربه بازیگری دارم تجربه میکنم و این جزو لحظه های قشنگ این سینما بود. اینو میخوام اضافه کنم و دیگه اینکه فراموش نکنید که تاثیر تصویر تاثیر بسیار بی‌نهایت به نظر میگم زیاد است و امیدوارم که سینمای افغانستان روز سینمای تاثیرگذار باشه. تشکر از شما بانو دکتر همایرا قادری، عضو کمیته گزینش فیلم ها، و آقای عزیز دلدار، فیلم ساز و از اعضای برگزار کننده این جشنواره. بسیار تشکر از شما.